سلام به دوستای عزیزم، من شهرروز چورکچی ام و امروز میخوام براتون از دو تا محصول جذاب بگم. اما چی؟ آیفون های جدید بعد از اینکه هفته پیش معرفی شدن، امروز یعنی روز 24 سپتامبر که میشه 2 مهر توی ایران توسط اپل به بازار عرضه شدن. اپل امسال 4 تا آیفون جدید معرفی کرده: 13، 13 پرو، 13 مینی و 13 پرو مکس، که تو این ویدیو میخوایم دو تا آیفون ارزونترش یعنی آیفون های 13 و 13 مینی رو با همدیگه یه نگاهی بهشون بندازیم و یه بررسی اولیه‌ای بهشون داشته باشیم که ببینیم چه فرقی به نسبت به مدل‌های قبلی دارن. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین که کلی قرار در مورد آیفون های جدید بهتون نکته بگم. جعبه آیفون های جدید هم مثل آیفون های پارسال دوتا جعبه باریک، آیفون 13 و آیفون 13 مینی، که البته آیفون های سری 13 جعبه سفید رنگ دارن و آیفون های سری پرو جعبه سیاه رنگ. اولین نکته در مورد جعبه اینه که دیگه پلم جعبه قابل باز شدن نیست و اولین بار میتونه توسط خود خریدار باز شه. یعنی دیگه میتونیم مطمئن باشین که جعبه گوشی قبلا باز نشده، چون مثل قبل امکان پلم کردن جعبه به طرق دیگه وجود نداره. البته که میدونیم امکانش وجود داره، ولی امیدواریم که حداقل حالا که سخت در شده دیگه قابل جعل کردن توی کشورهای دیگه نباشه. آیفون 13 امسال توی 5 رنگ تولید شده که خب ممکنه که اپل در آینده رنگ‌های دیگه هم بهش اضافه بکنه. رنگ‌های فعلی رنگ‌های مشکی، سفید، صورتی، آبی و قرمز هستن که رنگ صورتی رو قبلا در واقع مشابهش رو توی اپل نداشتیم، ولی بقیه رنگ‌ها تقریبا سال قبل هم تکرار شده بودن. کماکان هم آیفون های ارزون تر اپل یعنی آیفون 13 و آیفون 13 مینی رنگ های شادتری دارن و بدنه شیشه ای دارن که رنگ های مقداری با تراوت بیشتری به چشم بیاد. اما نظر طراحی این گوشی نسبت به گوشی سال قبل یعنی آیفون 12 و 12 مینی تغییر بزرگی نداشته و همونجوری که فکرشو میکردیم، اپل که سال قبل طراحیش رو متحول کرده بود، دیگه امسال تحولی نداشته توی طراحیش و تقریبا همون طراحی رو مجدد به بازار ارائه کرده. تنها تفاوت اینه که حالا دوربین ها دیگه به صورت اوری به چینششون، تا کسایی که آیفون 13 دارن بتونن توی سلفی های آسانسوریشون نشون بدن که آیفون ما آیفون 13ه. آیفون های امسال دیگه نسخه 64 ندارن و از 128 شروع میشن، بنابراین سه نسخه 128، 256 و 512 دارن توی نسخه های غیر پرو. قیمتشون هم برای آیفون 13 مینی 699 دلار و برای آیفون 13 از 799 دلار شروع میشه. ابعاد گوشی هم دقیقاً مثل پارسال، فقط قطر گوشی و وزن گوشی یک کوچولو بیشتر شده که میشه ازش چشم پوشی کرد. همه گوشی‌های جدید هم IP68 دارن، یعنی که در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار مقاومت دارن. اما صفحه نمایش این گوشی هم دقیقاً مثل پارسال. آیفون 13 مینی یه صفحه نمایش 5.4 اینچی داره و آیفون 13 یه دونه صفحه نمایش 6.1 اینچی. هر دوشون هم OLED هستن که البته اپل بهشون میگه سوپر رتینا XDA. هیچ کدوم این نمایشگرها 120 هرتزی نشدن، ولی روشناییشون طبق ادعای اپل حدود 20% بیشتر شده و توی فضای بیرون به هولوش 800 نیت میرسه. اما یه نکته کوچیک توی طراحی ناچ وجود داره که حالا اپل با تغییر چیدمان تونسته اون رو حدود 20% نسبت به قبل کوچیک‌تر کنه، تا توی صفحه نمایش ما فضای یکم بیشتری نسبت به قبل رو داشته باشیم. دوربین دقیقاً جاییه که اپل توی مراسم خودش بیشترین مانور تبلیغاتی رو روش داد. دو دوربین آیفون 13 حالا حسگر حدوداً 45% بزرگتری نسبت به قبل دارن که این باعث میشه نور بیشتری رو توی محیط جذب کنن و نویز عکس‌ها کمتر بشه. دوربین واید آیفون 13 که یه لنز 12 مگاپیکسلی هم داره، گشودگی دریچه دیافراگمش f1.6 و دوربین اولترا وایدش هم که 12 مگاپیکسلی f2.4 و میدان دید 120 درجه‌ای داره. همه 4 تا آیفون هم امسال به تکنولوژی سنسور شیف مجهز شدن که پارسال فقط روی نسخه پرو وجود داشت و این باعث میشه که لرزش توی کیفیت عکس ها خیلی تاثیر کمتری بتونه بذاره. اما تو فیلم برداری هم این گوشی ها امکان ضبط ویدیوهای 4K HDR با نرخ نوسازی 60 فریم پر سکند رو دارن و قابلیت سینماتیک مود هم به همه گوشی ها اضافه شده که حالا دیگه فیلم برداری با گوشی های اپل رو از چیزی که قبلا بود هم لذت بخش تر میکنه. بدون تعارف تا همین الان هم بهترین گوشی برای فیلم برداری توی شرایط مختلف آیفون ها بودن. حالا الان با اضافه شدن این امکانات جدید دیگه واقعا اگر که برای فیلم برداری دنبال یه گوشی موبایل هستین، واقعا باید خیلی جدی آیفون ها رو بررسی کنین.
و در نهایت دوربین سلفی گوشی هم یه دوربین 12 مگاپیکسلیه که اون هم اتفاقا قابلیت فیلمبرداری سینماتیک مود رو داره. مثل هر سال اپل از جدیدترین چیپ خودش که امسال اسمش A15 بایونیک هست استفاده کرده که از نظر عدد و رقم‌هایی که خودش اعلام می‌کنه خیلی قوی‌تر از همه رقبای خودش توی بازاره. البته خب این مورد چیزیه که بعداً توی نقد و بررسی‌های فنی گوشی میشه تست کرد و الان نمیشه تاییدش کرد، ولی تا الان تجربه ثابت کرده که اپل این عدد و رقمایی که میگه توشون چندان خلاف واقعی به اون صورت پیدا نشده و میشه تقریباً اعتماد کرد که واقعاً گوشی‌ها از نظر قدرت فوق‌العاده‌ن. همه مدل ها هم از 5G پشتیبانی میکنن و اپل گفته که باندهای فرکانسی تحت پوشش گوشی افزایش پیدا کرده و تو زمینه اتصال 5G گوشی بهبود داشته. اما یکی از اصلی ترین ضعف های آیفون 12 مینی باتریش بود که حالا اپل این ضعف رو شناسایی کرده و توی مراسم اعلام کرد که باتری آیفون 13 و 13 مینی نسبت به 12 و 12 مینی 1.5 و 2.5 ساعت افزایش عمر داشتن، که خب این افزایش به خاطر بزرگتر شدن ظرفیت باتری و البته بهینه شدن سخت افزار و نرم افزار اتفاق افتاده. همه این گوشی هم از شارژ بی سیم و شارژ سری پشتیبانی میکنن که البته خودتون میدونین که باید براشون یه دونه شارژر بی سیم یا یه دونه آداپتور شارژ سری رو تهیه کنین. در مجموع اگه بخوام بهتون بگم، به نظر من آیفون های امسال بیشتر از اینی که آیفون 13 باشن، آیفون 12S و 12S مینی هستن که در واقع با بهبودهای نسبت به نسل قبلی معرفی شدن و شاید بهتر بود که اپل طبق سنت گذشته این آیفون ها رو 12S و 12S مینی معرفی میکرد. الان خب اپل 2 ساله که داره از طراحی جدیدش استفاده میکنه و شاید بشه امیدوار بود که سال بعد طراحی دستخوش یه سری تغییرات بشه یا یه سری قابلیت های مهم دیگه به گوشی اضافه بشه. اما در هر حال یه گوشی سریعتر از قبل با دوربین ها و باتری بهتر و البته ظرفیت پایه 128 گیگابایتی معرفی شده که قیمتش هم تغییری نداشته. پس بهتر که حالا گوشی جدید به بازار عرضه شده. این ویدیو نقد و بررسی این گوشی ها نبود و فقط خواستیم که یه دونه نگاه اولیه خیلی سریع به گوشی ها بندازیم تا باشون بهتر آشنا بشیم. پس منتظر ویدیو نقد و بررسیش توی هفته های آینده باشین. ممنونم که تو این ویدیو با من همراه بودین. برای اینکه زودتر از ویدیوهای بعدی خبردار بشین توی کانال یوتیوب من حتما سابسکرایب کنین که از ویدیوهای بعدی با روشن کردن نوتیفیکیشن خبردار بشین. ممنون.